سرخط خبرها، اقدام خصمانه و تازه زلنسکی بر علیه ملت ایران. واکنش جالب آمریکا به تمایل ایران برای فعالیت در قطب جنوب. و هراس شدید آمریکا از وجود فساد گسترده در دولت اوکراین. به این دسته خبری از پیک خوش آمدید. رئیس جمهور اوکراین در نشستی با وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا با تکرار ادعای حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین از کشورهای اروپایی خواست که تحریم‌ها علیه ایران را گسترش دهند. به گزارش روز سه‌شنبه ایسنا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشستی با وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا که روز گذشته برای نشان دادن حمایت از اوکراین به کیف پایتخت این کشور سفر کردند، با تکرار ادعاهایش مبنی بر حمایت نظامی ایران از روسیه از طریق عرضه پهپادهای جنگی به آن برای استفاده در جنگ اوکراین گفت، گسترش تحریم‌ها علیه ایران در زمینه صنایع حساس از جمله واردات تجهیزات و مواد شیمیایی حائز اهمیت است. وی ادعا کرد هر پهپاد جنگی ایرانی که به شهرهای اروپایی در اوکراین اصابت می‌کند دلیلی برای اعمال فشار تحریم‌هاست. زلنسکی همچنین ادعای انتقال دارایی‌های مسدود شده روسیه در اثر تحریم‌های غرب را به عنوان دلیل دیگری برای ارائه این درخواست مطرح کرد. اظهارات زلنسکی در حالی مطرح می‌شود که ایران با رد ادعاهای آمریکا و متحدان آن مبنی بر عرضه این پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، همکاری‌های نظامی ایران و روسیه را در چارچوب روابط دفاعی دو کشور و بی ارتباط به جنگ اوکراین دانسته‌اند. ایران در عین حال با تاکید بر اینکه جنگ را راهکار مناسبی برای حل مناقشه میان کیف و مسکو نمی‌داند، اعلام کرده است که برخلاف مداخله جویی‌های غرب از هیچ یک از طرفین این جنگ حمایت نمی‌کند و آماده میانجیگری برای رسیدن به راهکار دیپلماتیک برای حل و فصل این مسئله است. روسیه نیز با رد این ادعا گفته است برخلاف اوکراین که در میدان به کمک‌های نظامی شرکا و متحدان غرب خود وابسته است، مسکو از تسلیحات صنایع داخلی در جنگ اوکراین استفاده می‌کند. با این وجود کشورهای اتحادیه اروپا پیش از این با استناد به همین ادعا تحریم‌های متعددی را علیه سپاه پاسداران و صنایع پهپادی ایران اعمال کردند. ادعای زلنسکی درباره دریافت حمایت‌های نظامی مسکو از کشورهای مانند ایران و کره شمالی در حالی است که کشورهای غربی از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه 2022 به اوکراین کمک‌های نظامی ارائه کردند. این کمک‌ها از مهمات توپخانه‌ای و آموزش نظامیان در سال 2022 به تسلیحات سنگین‌تری از جمله تانک‌ها در همان سال و در سال 2023 رسید. کرملین بارها درباره تداوم کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین هشدار داده است. روز گذشته نیز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در سفری سرزده به پایتخت اوکراین رفتند و قرار بود با دیمیترو کولیبا وزیر امور خارجه این کشور دیداری غیر رسمی داشته باشند. آنها همچنین قرار بود با زلنسکی دیدار کنند. وبگاه خبری یورو اکتیف گزارش داده بود که پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا نشان دادن حمایت از اوکراین در مرحله مهمی از ضد حملات این کشور علیه روسیه و بررسی دقیق برخی اقدامات مهم مانند کمک نظامی و سخت‌تر کردن تحریم‌ها در دستور کار گفتگوهای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و اوکراین قرار داشته است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این دیدار در کیف و در جمع خبرنگاران گفت حمایت ما به چگونگی پیشرفتن جنگ در روزها و هفته‌های آتی بستگی دارد. بورل ادامه داد باید دید که در آمریکا چه اتفاقی می‌افتد، اما ما از طرف خودمان به حمایت و افزایش حمایتمان ادامه خواهیم داد. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا ادامه داد ما باید حمایت دائمی و بنیادین ارائه کنیم، چرا که با تهدیدی علیه موجودیت اروپا مواجه هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی خبری به اظهارات اخیر فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران درباره فعالیت در قطب جنوب واکنش نشان داده و ادعاها درباره ارتباط برخی کارمندان دولت آمریکا با ایران را رد کرد. به گزارش خبر آنلاین، متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی خبری که مشروع آن در وبگاه وزارت امور خارجه این کشور منتشر شده است، در پاسخ به سوالی درباره تمایل برای فعالیت در قطب جنوب با ادعای اینکه چنین اقدامی فراتر از
توانمندی های ایران است بیان کرد قطب جنوب باید یک منطقه بی خطر برای کاوش های مسلمت آمیز و تحقیقات علمی باقی بماند. آمریکا در عمل به تعهداتش نسبت به معاهده 1959 قطب جنوب ثابت قدم است. این معاهده ایجاد پایگاه های نظامی در منطقه قطب جنوب را ممنوع می کند. میلر ادامه داد اگرچه ایران عضوی از این معاهده نیست اما صریحا با هر گونه اقدامی برای تسلط نیروهای نظامی در قطب جنوب مخالفیم. فعالیت های نظامی نباید هیچ جایی در این محیط منحصر به فرد داشته باشد، چه ایران باشد چه کس دیگر. اظهارات میلر در پی این مطرح می شود که امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش اخیراً در نشستی در دانشگاه صنعتی شریف درباره فعالیت‌های آتی نیروی دریایی ارتش گفت بحث حضور در قطب جنوب هم یک حضور علمی است نه نظامی، ولی چون ما تجربه و تجهیزات داریم کمک می‌کنیم تا پایگاهی در قطب جنوب احداث شده و پرچم کشورمان در آنجا به اهتزاز درآید. ایرانی همچنین در این نشست گفته بود موقعیت قطب جنوب از چند بُعد مهم است. یک بُعد آن در حوزه نظامی است و بهترین مقر برای کنترل موشک‌های بالستیک است. در ادامه این نشست خبری میلر مدعی شد که پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور 3 توسط موشک ماهواره بر قاصد ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با ایران در زمینه موشک‌های بالستیک است. میلر جمعه گذشته و در اولین واکنش نسبت به پرتاب این ماهواره گفته بود ما مدت هاست که نگرانی‌هایمان را درباره برنامه ایران برای آزمایش پرتابگرها به روشنی اعلام کرده ایم. این برنامه راهی برای توسعه سامانه موشک‌های دوربرد آنها است. فناوری‌های به کار رفته در ماهواره برها شبیه به جایگزین فناوری است که در موشک‌های بالستیک استفاده می‌شود. ادعای میلر درباره برنامه موشکی ایران در حالی مطرح می‌شود که توانمندی‌های ایران در زمینه دفاع موشکی ایران با وجود تحریم‌های گسترده علیه آن، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی از جمله دانش نخبگان، پیشرفته‌تر از گذشته و نشان دهنده خودکفایی ایران در این زمینه است. مقامات ایران بارها تاکید کردند که توان دفاعی ایران از جمله برنامه موشکی آن قابل مذاکره نیست. بر اساس سند حساسی که به رویت پولیتیکو رسیده، دولت آمریکا بیشتر از آنچه که به طور علنی اذعان می‌کند، نگران سطح فساد در اوکراین است. بر اساس این سند، سیاستگزاران آمریکایی بیم دارند که در صورت حل نشدن این مشکل، کشورهای غربی از حمایت خود از کیف دست بکشند. در سندی با عنوان استراتژی یکپارچه کشور برای اوکراین که وزارت خارجه آمریکا ماه اوت بی سر و صدا منتشر کرده، اهداف بلندمدت واشنگتن در اوکراین را مشخص کرده است. در نسخه عمومی چند اشاره به فساد شده و توصیه شده کیف یک بار برای همیشه اژدهای فساد را بکشد تا الحاق اوکراین به ناتو تصدیح شود و این کشور برای سرمایه‌گذاران غربی پس از پایان درگیری‌ها جذاب‌تر بشود. پولیتیکو دوشنبه گزارش داد نسخه طولانی‌تر این سند منتشر نشده. بر اساس این گزارش نسخه حساس اما طبقه بندی نشده سه برابر طولانی‌تر و در ارزیابی خود از وضعیت اوکراین سریع‌تر است. در نسخه طولانی ذکر شده که درک فساد در سطوح بالا می‌تواند اعتماد مردم اوکراین و رهبران خارجی را به دولت زمان جنگ تضعیف کند. بر اساس منابع رسانه‌ای آمریکایی دولت جو بایدن به اوکراین فشار می‌آورد تلاش‌های ضد اختلاس موجود را تشدید کند، اما این کار را بی سر و صدا انجام می‌دهد تا به جمهوری‌خواهانی که خواستار خودداری از کمک به اوکراین به دلیل نگرانی‌های مرتبط با فساد هستند خوراک سیاسی ندهد. یک مقام ناشناس به پلیتیکو گفت در پشت پرده گفتگوهای صادقانه‌ای در جریان است. طبق این گزارش بسیاری از اصلاحات پیشنهادی در گزارش محرمانه به نفع ایالات متحده و شرکت‌های چند ملیتی است. هر دو نسخه عمومی و خصوصی این سند خواستار بلگاریش زدایی از بخش انرژی اوکراین شده، اما فقط در نسخه خصوصی درخواست شده که مقامات در کیف کنترل بر بخش کلیدی را تمرکز زدایی کنند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.